بیکاری، آنچه ذهن اسپانیایی ها را به خود مشغول داشته و موضوعی که سرنوشت انتخابات پیش روی این کشور را تعیین خواهد کرد. رقم آن حیرت انگیز است. نزدیک به 5 میلیون نفر امکان پیدا کردن هیچ کاری را ندارند. اقتصاد راکت و تدابیر سخت گیرانه اقتصادی حاکی از آن است که سال آینده هم وضع بهبود نخواهد یافت. 30% بیکاران این کشور بیش از 2 سال است که در جستجوی کار به هر دری میزنند. حق بیمه بیکاریشان هم پایان یافته است. اسپانیا با کسری بودجه‌اش دیگر قادر نیست 1,600,000 بیکار جستجوی کار را تحت پوشش قرار دهد. تعداد خانوارهایی که هیچ یک از اعضایشان کار نمی کنند به 1,400,000 نفر می رسد. به عبارت دیگر 11% کل خانوارهای اسپانیایی تمام اعضایشان بیکارند. مدارس عمومی یکی دیگر از حوزه‌های مربوط به دولت رفاه هم موضوعی است که بر مشکلات اسپانیا افسوده است. مناطق خودمختار این کشور 88% هزینه‌های آموزش خود را خود تأمین می‌کنند. دولت اسپانیا در سال 2009 نزدیک به 5% تولید ناخالص داخلی را به امر آموزش عمومی اختصاص داد. در سال جاری تظاهراتی علیه کاستن از ظرفیت‌های شغلی استادان و معلمان در حوزه دولتی توسط حزب مردم در مادرید ترتیب داده شد. بزرگترین نگرانی مطرح در اسپانیا به حوزه خدمات درمان و سلامت مربوط است. در اسپانیا از سال 1986 دسترسی به خدمات همگانی و رایگان برای عموم فراهم شد و بودجه آن نیز از محل مالیات‌های اخذ شده از سوی دولت تأمین می‌شد. بودجه بهداشت و درمان در حوزه عمومی و خصوصی اسپانیا به 9% تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد. توزیع بودجه مناطق بر حسب جمعیتشان بر عهده دولت است. 35% بودجه مناطق به حوزه بهداشت و درمان اختصاص دارد. در حال حاضر بخش بهداشت و درمان اسپانیا با کسری بودجه بین 15 تا 20 میلیارد یورو روبروست. خدمات بیمارستان، پزشک و آزمایش همه به جز موارد دندان و عینک در اسپانیا رایگان است و افراد بازنشسته تنها بخشی از هزینه‌های دارو را می‌پردازند.